چقدر آدم کشته شد؟ آقای کرمی چون این حرفا رو اون روز نزد؟ چرا ما که رئیس مجلس بود نگفت دیگه؟ آقای سردار رضایی، این آدمی که امروز میاد این شعارا رو میده که هولوکاست در واقع ما انقلاب عقلانی کردیم، نه انقلاب ماجراجویی که یعنی الان بخواد رأی آقای احمدی نژاد رو بشکنه. آقای سردار رضایی گرامی، اگر شما انقلاب عقلانی کرده بودید، شما به عنوان مسلمان طرفدار حسین، طرفدار علی، طرفدار قرآن، اونی که شما ها میگید، در مقابل این کشتار یه اطلاعیه میدادین آقا این برای چی اینا رو میکشید؟ ما انقلاب عقلانی کردیم، دادگاه، محکمه، وکیل برند، اگر کاری جرمی اتفاق افتاده بود قانون محکوم کرد، هر کس باید تاوانش رو پرداخت. اون روز سکوت کردید. حال من فکر میکنم، سیاوش عباسیان، نظر من اینه، من فکر میکنم که رهبر افتاده تو دست بدجوری، عوامل انگلیس احاطه کردن پیرامون رهبر و بچه های شریف میهنمون رو، که حالا میدونم به در و دیوار دیگه، یعنی هولوکاست رو میگیرن، نمیدونم پول میدن به حزب الله، این کارا رو میکنن. همه اینایی که امروز ما دوست نداریم، اینا گره خورده به سرنوشت میهن ما، جمهوری اسلامی میره. اما این اتفاقات کاری کرده که جهان میخواد به میهن ما حمله بکنه. برای من الان میهنم مهمه، هیچ کدوم اینا مهم نیست از صد تا صد. حال بین اینا رهبر و اونایی که دوز نیستن با مفاسد اقتصادی میخوان مبارزه بکنن رو، من استراتژی و در واقع گزینه امروز هم اینه که از اون چه که درست هست حمایت بکنیم، دزده و شیاد و کراش رو قانون حذفشون بکنه، از آقای رفسنجانی گرفته و بقیه ابزار عوامرش. شنیدم که در ارتباط با آقای موسوی نژاد، علیرضای نیبودی عزیزی هم گفت دخترای زیبای خوشقیافه لباس سبز پوشیدن، چیزی که دخترای فاحشه به عنوان صیغه شدن در در امامزاده ها میپوشن. طور قرآنی افرا نزنیم به مردم، شما رو به شرافتمون به مردم توهین نکنید. اگه راست میگین بابا نکنید. آقا آزاد، من نظرم اینه، اگر نمیترسید بیا رو خط من، بیا باشون بقیلت من مانه حرف بزن. آقا میترسیم هممون، از همدیگه میترسیم. تازه سیاه و شبسته، شما میدین من علیرضا چقدر دوست دارم، مثل برادرم دوستش دارم. من با علیرضا زندگیم گره خود، سرنوشت زندگی من، زندگی هنری من در شروع انقلاب، دوران آوارگی با علیرضا میهودی، چه بخوام چه نخوام اختلاف نظرم باش دارم. اصلا نمیپسندم این سرگرمی های رادیو تلویزیون، چون اصلا نمیپسندم، چون اینها هیچ کدوم تموم که میشه دو تا آدم بغل هم دیگه وای نمیسونه. من اصلا به طور کلی با این خطا، با این خطای حرفای اینجوری در واقع حالت خوشی ندارم، در واقع نمیپسندم. اما آزادم، آزادم. آقا شما منو تحمل نمیکنید، کدوم دموکراسی حرف میزنید؟ من بحثم با این دوستام اینه، امیدوارم روز جمعه، چون میخواستم امروز با میبودی صحبت بکنم، گذاشتم جمعه که برنامه های من رو میبودی اون نه شروع میشه گویا تا ده و نیم، ولی من نه و نیم تا یازده و نیم. جمعه تنها روزیست که برنامه علیرضای عزیزم تموم میشه، میخوام باهاش بی پرده گفتگو بکنم. یک، در ارتباط با نوار شبانه آخر، علیرضای میبودی گفته که من به علیرضای میبودی خیانت ملی کردم، نوار شبانه رو بدونه که اینا بدونم پخش کردم. راست میگه، چون اون شعرهایی که من توش خونده بودم اگه اینا رو میگه همه رو ادامه میکردن دیگه. من بدون اطلاع اونا پخش کردم و خوب کاری هم کردم، پخش کردم، نظرم رو گفتم در اون موقع و بابتش هم جونم رو گذاشتم تو ایران و حرفا رو زدم. سی سنم آوارگی کشیدم. حالا من شما رو اونجوری که هستی میپذیرم، شما من اونجوری که هستی بپذیر، شما نمیتونی من هست بکنی. حالا رادیوی علیرضای مروتی عزیزم، آقای حسین موری با یک سری از فرهیخته ترین مردمان دوران مهاجرت گفته بود میکنه آقا ما به جز اینا کسی نداریم، که چرا پوششون میدی؟ آقا هم نظرتون به تو چه ربطی داره که چه دیدی داره، که چه اندیشه ای داره؟ اگر راست میگی چالنجش کن، به چالش بکشش، اندیشه بهتری داری ارائه بکن، مردم گوش کنن. آقا بگه دموکراسی این نیست که بگیم مردم انتخاب بکنن، بدونن و برن انتخاب بکنن. این هم پایگاهش. اگر شما میترسید پس دیگه نمیدونم. من در مقابل هیچ چیزی که ناحق باشه و در ارتباط با منافع ملی مردم میهنم باشه سکوت نخواهم کرد. این تلویزیون برام باز میام، روزنامه که میتونم بدم. امروز هم اینترنت رو، روی اینترنت، اینترنت بعد سرمایه میتونم میلیون ها آدمو جمع بکنم. من اصلا نمیخوام با کسی بجنگم. تو رو خدا شرایط به من تامین نکنید، سر مردم گرم بشه. بذارید هر کی نظرشو بگه داخل ایران، بیان رو خط بگین آقا انقلاب چرا، آره چرا نه.
انتخابات چرا آره چرا نه، اینا هم روشن فکرامون دارن حرفاشون رو میزنن، هم دیگر رو گوش کنیم تا به اون روز آزادی برسیم که رأی میدیم و قانون از همون حمایت میکنه. رأی میدیم، من جونم رو میدم که تو آزاد بشی، شما هم من رو بپذیر، نمیخواد جونت رو بدی من آزاد بشم. گوش میکنم فیاض شهرستانی عزیزم. بسیار فرمایشات شما جناب مسعود امینی دوست مهربانم درست و صحیح واقعا. یعنی میدان مبارزه در داخل کشور سال 1996 که من اون همین دوست مهربانمون علیرضا میبودی در طریق رادیو و از تلویزیون ها نبود اعلام کرد که به 7 نفر معتمد رای بدید، بعد بین اون 7 نفر افرادی که بودن به من هم آقای میبودی زنگ زدن گفتن بین این 7 نفری اونجا صحبت کردیم و برنامه ممتد رفتیم، من از خانم رجبی و شعبانه خواهش کردم برن ایران و غیره و که بعد اونها مسعود رجبی پذیرفت که برن زیر نظر سازمان ملل متحد شکر کنن در انتخابات. شعبانه سپاسگزاری کردن گفتن اگر شرایط طوری باشه که تو بتونی راحت بری ایران، منم با نام فرای پهلوی نه با نام فرای دیوا میام که روزنامه‌های فرانسوی هم نوشتن و غیره. از همون موقع شاهزاده رضا پهلوی و همه و قشر وسیع از ملت ایران به ویژه هنرمندان ما در خارج از کشور که من نمیخوام اسم بیارم مسعود جان بر این باور بودن، بر این به این خط بودن که اگر پل زده بشه به ایران همه برمیگردن به ایران در یک انتخابات آزاد شرکت کنند. اما شوربختانه در اون هنگامه با اومدن آقای خاتمی یک سری تحولات دیگه به وجود اومد و باز دوباره مرزها و درها بسته شد و دکان باز کردن در خارج از کشور با همین تلویزیون ها که سر ما رو بند کرد. فرمایش شما بسیار درست بود، استعمار انگلیس به ویژه استعمار روس، روس و انگلیس الان در ایران دارن بهره رو میبرن، بهره نهایی و اصلی رو در داخل ایران داره روس و انگلیس میبره. همین درگیری و جنایی هم که میبینیم بس ایناست، اینها موفق شدن که باز راه رو ببندن و برخی از میان پرستان که در خارج بمونن در تبدیل یکی یکی هر روز ما بمیریم از بین بریم و اونا بتونن دزدی خودشون بکنن. ولی خوشبختانه آقای مسعود امینی عزیز مهربان یاد خوشبختانه من خیلی از این قضیه راضی هستم چون برای من همیشه میدان مبارزه مون اول داخل ایران بوده، من این خارج از کشور به عنوان برنگو استفاده کردم همیشه که بتونیم در داخل کشور پیام‌های اونا رو برسونیم و از داخل کشور توپ و گله بسازیم، انسان‌ها رو از رژیم جدا کنیم به نفع مردم و غیره. خوشبختانه همیشه در داخل کشور انسان‌های آزاده بودند تا این سالا از همین آقای کرباسچی که الان داره حمایت می‌کنه از آقای کروبی گرفته تا آقای عبدالله نوری تا یوسفی اشکوری تا آقای آقاجری تا مهرمیار نازنین هم و دوست مشترکمون تبرزدی عزیز به روز جاوید تهرانی که زندانه، تمام این سیاسی که الان خارج شدن از زندان و امروز باز این سلسله این حلقه این زنجیر از درون کشور ادامه پیدا کرده. دکتر مهدی خزری عزیز هم هست که من درود میفرستم مسعود جان واقعا به روانی برادرش، یعنی برادرش حسین از دوستان من بود، یک جوان بسیار دلیر و شجاعی بود، از من چند سال کوچکتر بود ولی اون سالا چون در مشهد درس میخوند و اینها من باهاش آشنایی داشتم. این حسین الان من مطمئنم روانش از کارهای مهدی برادرش دکتر شاده، هرچند که امکان داره از پدرش آزاد خاطر بوده از آیت الله خزری که یکی از مرتجع‌ترین آخوندهای ما بوده تا حالا، ولی من از این دکتر مهدی خزری پسرش که برادر حسین خزانی میشه مطمئنم که برادرش مثل ملت ایران شادمان مسعود جان شجاعانه آمده تو میدون این مرد و تنها کسی که در داخل کشور داره از عباس پالیزدار حمایت میکنه. مسعود جان یه خبری من به بینندگان عزیزمون بدم، اون این که تمامی گزارشی که دکتر پالیزدار ارائه کرده بود در ایران سانسور شده بود دکتر خزری گذاشته رو سایت اینترنتی خودش drkhazali.com، میتونن برن ملت ایران بخونن این گزارش دزدی‌ها رو که در رأس این آقای هاشمی رفسنجانی بوده. امروز قرار بود مسعود جان در جلوی دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تظاهراتی راه بیفته و مردم از آقای هاشمی رفسنجانی بخوان که دستور آزادی پالیزدار رو بده، چون پالیزدار الان تو زندان فقط به دستور آقای رفسنجانی و باز عباس پالیزدار عزیز من، من بگم اینا میدونم تفریق خودش دلش میخواد گفته بشه ولی اینها باز میان این مسائل رو بهانه میکنن که این بچه های بیشتر تو زندان نگه دارن، ولی چون خواسته من میگم عباس دیروز که با من صحبت میکرد مسعود جان گفت از طرف اینها اومدن از طرف هاشمی رفسنجانی اول که گفته بودن تو بیا به موسوی رای بده چون موسوی نامزد هاشمی رفسنجانی، ها اسناد ما داریم همه باید بدونن نامزد آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای دوتاشون آقای موسویه و موسوی هم رئیس جمهور میشه، من انتخابات رو از 2 ماه پیش اعلام کردم نتیجه‌شو انتخاباتشونه باری رفتن اول که گفته بودن تو بیا از موسوی حمایت کن که ایشون رد کرده، بعد بهش گفتن حالا تو باید یه نامه بنویسی مثل ابراهیم نبوی پوزش بخوای تو بکنی به یاد آمریکا پول گرفته بودی تا تو را آزادت کنی، این طفل هم گفته من تو زندان میمیرم و این کار رو نمی کنم. نکته دیگه مسعود جان چون شما اشاره کردید به آقای